سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدیم به ویدیو دیگه. من مهراد هستم، از کانال یار بورس در خدمتتونم. دوستان طبق روال هر روزه ما هر روز میایم چند تا از ارزهای پرتقاضای بازار رو تحلیل میکنیم و تحلیلش رو تو کانالمون در اختیارتون قرار میدیم. امروز هم طبق روال هر روزه اومدیم با تحلیل ارز کاردانو و تو این ویدیو قراره این ارز رو تحلیل کنیم و ببینیم وضعیتش از چه قراره. پس اگه شما هم دارین تو این حوزه فعالیت میکنین و میخواین از تحلیل ارز مورد نظرتون مطلع بشین، همین الان یه لحظه ویدیو رو بکشین پایین، زیرش دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن است. روی این گزینه کلیک کنید، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه تحلیل ارز مورد نظرتون رو منتشر کردم، هر روز ازش مطلع بشین و بتونین هر روز تحلیل ارز مورد نظرتون رو ببینین. خیلی خب، قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل، من چند ثانیه ویدیو رو نگه میدارم تا اگه شما هنوز سابسکرایب نکردین روی دکمه سابسکرایب زیر ویدیو کلیک کنید. خب دوستان، اگه سابسکرایب کردین ممنونم ازتون. بریم سراغ تحلیل. خیلی خب، ما چارت کاردانو رو باز میکنیم. اول بریم تو تایم فریم روزانه. تو تایم فریم روزانه من یه چیزی رو بگم بهتون. ببینید دوستان، تو تایم فریم روزانه ما چیز زیادی نداریم واسه گفتن، فقط چون تمام لاینای صعودی شکسته بود، آخرین لاینی که میشد به عنوان یه لاین صعودی در نظرش گرفت این لاین بود. ببینید این لاین قرمز که الان من الان رنگش رو عوض بکنم، نمیکنم مشکی. ببینید این لاین مشکی که اینجا رسم شده به عنوان آخرین لاین صعودی میشه در نظر گرفت. دیگه به غیر از این لاین مشکی حمایت داینامیکی نداریم. پس همیشه باید چشمون یا به حمایت‌های استاتیک باشه یا به حمایت‌هایی که دقیقاً روی لاین‌های فیبوناچی قرار گرفته. پس این میشه آخرین لاین صعودی که تو کوتاه مدت میتونیم واسهش رسم کنیم. خیلی خب، تو تایم فریم روزانه فقط میخواستم همین لاین رو بهتون نشون بدم. اگه خودتون میخواین روی چارت رسم کنین، میتونین به این صورت رسمش کنین. خیلی خب، میریم تو تایم فریم ساعتی. ببینید دوستان، سری قبلی که ما اومدیم کاردانو رو تحلیل کردیم، اومدیم یه لاین اینجا رسم کردیم، یه لاین سبز رنگی که ببینید اینجا مشخصه. اومدیم این لاین رو رسم کردیم، حدوداً هم تو این محدوده ها بودیم، روی این کندل بودیم. بهتون گفتم در صورتی که این ارز بخواد صعود کنه، میتونیم این صعود اولیه‌شو، اولین موج الیوت در نظر بگیریم، ولی در شرایط خاصی میتونیم اثبات کنیم که این صعود میتونه اولین موج الیوت باشه. در چه شرایطی؟ اگه ویدیو قبلی منو دیده باشین، اومدم بهتون گفتم. ببینید ما اینجا اصلاح بودیم دیگه، اومدم اینجا این لاین رو رسم کردم، این لاین سبز رنگ، و گفتم اینجا یه حمایت استاتیکی داره. در صورتی که بیاد کندلا برخورد کنه به این لاین سبز رنگ، البته من اینو یکم بالاتر رسم کردم، این یه بار پاک شد، دوباره از اول رسمش کردم، یکم بالاتر، والا حدود 2-3 سنت بالا پایین شده، چیزی نیست. بهتون گفتم در صورتی که بیاد روی این لاین سبز رنگ حمایت بشه و ازش کندلای حمایتی دیدین، میتونین بهش ورود بکنین و به چشم یه نوسان 5% دوباره تا $2.55 همراهش باشین. اگه دیدین روی $2.55 داره بهش فشار میاد، بفروشین با همون 5% سود، در صورتی که حمایت بشه. ولی در صورتی که دیدین یه کندل قدرتمند قرمز زد، به هیچ عنوان بهش ورود نکنید، چون احتمال داره تا این محدوده $2.20 الا $2.30 بیاد پایین. دقیقا من این حرف رو زدم توی ویدیو قبلی. ببینید این محدوده ایه که من حدود 10-12 روزه بهش پایبندم، هر وقت به این محدوده میرسه خرید میکنم. حالا نه الان، الان کسی خرید نکنه، میگم دلیلشو. خب چه اتفاقی افتاد؟ دیدین که اومد یه کندل قدرتمند قرمز زد و این لاینو شکوند،
وقتی این لاین شکون برگشت پایین، خب اینجا یه حمایت استاتیک بود دیگه، دوباره یه پول بک زد بهش و شروع کرد به اصلاح. ببینید الان دو سه روزی هم هست این ارز توی اصلاحه. حتی بهتون گفته بودم ببینید این لاین قرمزی هم که اینجا هستش نزولیه، دقت کنید. توی ویدیو قبل گفتم در صورت که روی این لاین سبز رنگم حمایت بشه، احتمال داره برگرده تا $2.55 که بهتون گفته بودم اگه فشار اومد بهش بفروشین، اینجا یه سقف دوقلو بزنه، بعد بیاد تا قیمت $2.20 الی $2.30. این لاین قرمزم رسم کردم، این حرف رو زدم. مورد اول که موچای الیوت بود اتفاق نیفتاد، چون اینجا ما یک کندل قرمز قوی داشتیم و این حمایتش شکسته شد. خب پس مورد اول منتفیه. وقتی این حمایت شکسته شد دیگه قطعا مورد آخرم منتفیه دیگه، که بخواد از روی این حمایت صعود کنه بیاد تا $2.55 از اینجا دوباره سقف دوقلو بزنه و بریزه پایین. پس اینم میذاریم کنار، میمونه مورد دومی که بهتون گفته بودم با یک کندل قدرت من بیاد این حمایت رو بشکنه و قیمتش مستقیم تا $2.20 الی $2.30 بریزه پایین. خب این اتفاقم افتاد، این اومد با یک کندل قدرت من. ببینید من یه لحظه اینو پاک کنم دیگه خلوت بشه یکم اینجا. بعد از اینکه این لاین محدوده $2.50 با این کندل قرمز شکسته شد، ببینید با این کندل شکسته شد، یه روند نزولی شکل گرفت. ببینید این روند نزولی ازش شکل گرفت، قیمت ارز رو ببینید کجا اومده. پایین ترین قیمت که توی این روند اومده چنده؟ $2.31 یا همون $2.30. پس من بهتون گفته بودم به $2.20 الی $2.30 میرسه قیمت این ارز در صورت که این حمایت شکسته بشه. خب حالا هم رسید. بعد از این اتفاق این ارز اومد با چند تا کندل این روند نزولی هم شکوند، پس دیگه این روند نزولی معتبر نیستش، اینم ما پاک میکنیم. حالا میرسیم به اینکه الان قراره چه اتفاقی بیفته. این محدوده $2.20 تا $2.30 هم من آوردم جلو، شما ببینید در حال حاضر قیمت ارز دوباره داره برمیگرده پایین. ببینید حالا یه صعود کوچیکی داشته ولی دوباره داره برمیگرده پایین. بازم من احتمال میدم به این قیمت $2.20 الی $2.30 برسه در صورتی که به این محدوده رسید. ببینید دقت کنید به این حرف، در صورتی که دیدین به این محدوده رسید و وارد این محدوده شد، حالا فرق نمی کنه یعنی اینجا برخوردم کرده باشه اوکیه، دیدین از کندل داره حمایت میشه و کندل یه سایه دراز انداخته، حدودا یه چیزی تو مایه کندل چکش مثل همین کندل چکش زده، یا کندلایی داره میزنه که سبز قویه. ببینید اینطوری سبز پر باشه، مثلا این کندلا رو ببینید، یه همچین کندلای سبزی داره میزنه، این گوشه این کندل سبز رو ببینید، یه همچین کندلایی داره میزنه، میتونیم به چشم نوسانگیری تا چقدر بهش نگاه کنین. ببینید در صورت که اینجا بخواد برگشت بزنه رو همین نقطه کف دوقلو میزنه، ببینید الگوی کف دوقلو میزنه، از اینجا میتونه صعود کنه تا اولین مقاومتش میشه حدود 6% بالاتر، مقاومت بعدیش همین لاین سبزی که اینجا رسم کردم میشه حدود 8-9% بالاتر. پس اگه ارز بخواد بیاد از اینجا دوباره روندش رو عوض کنه و صعود کنه، حدود 5-8% تو مقاومت های اول تا دومش میتونه صعود بده، در صورتی هم که این مقاومت ها رو بشکنه تا 10% بالاتر میتونین باش باشین. خب داشتم اینو میگفتم که اینجا بخریم یا نه، در صورتی که دیدین کندلای سبز حمایتی خوبی زد، یه کندلای قرمز اینطوری به صورت چکش بود و کندل داشت یه جوری حمایت خودش رو نشون میداد، میتونید بهش ورود کنید. در ضمن باید در نظر داشته باشین هیچ وقت روی همچین کندل قرمزی که اینجا هست نخرین، این همین محدوده میشه. کندلای قرمز پرقدرتی که میان یه حمایت رو میشکنن، حتی سود بعدشون هم میتونه به چشم پول بک به حمایت شکسته شده باشه،
پس قابل اعتماد نیستن واسه خرید. پس در حال حاضر به نظر من خریدی انجام ندید. سب کنید ارز قیمتش برسه دوباره تا $2.30. اگه اینجا حمایت شد بهش ورود کنید. در صورت این که حمایت نشد، خب وارد این محدوده میشه دیگه. وارد این محدوده بشه، پایین ترین قیمتی که میشه واسش در نظر گرفت $2.20 است. وارد این محدوده که بشه، شما تا اگه روی $2.25 هم بخرین، تا $2.20 چیزی حدود 3% اینا ضرر میکنین، ضرر زیادی نمیبینین. چرا؟ چون تو تایم فریم روزانه اگه بخوایم نگاه کنیم، ببینید تو تایم فریم روزانه $2.20 که این محدوده هستش، هم روی لاین 61% فیبوناچی قرار داره، هم دقیقا روی این لاین یه حمایت استاتیک قرار داره. البته سری اول که با یه کندل قدرتمند منفی اومد پایین، این حمایت رو شکوند، ولی با کندل فرداش روی این محدوده حمایت شد، روی $2.20. پس ما میتونیم $2.20 رو حمایت خوبی در نظر بگیریم. پس به طور کلی خلاصه صحبت این شد، اگه میتونین منتظر بمونین، صبر کنین قیمت این ارز برگرده پایین توی محدوده $2.20 الی $2.30، تو این محدوده خرید کنید. ولی اگه عجله داریم واسه خرید، میخواین همین الان خرید کنید، باید در نظر داشته باشید در صورتی که قیمت بخواد بیاد پایین، شما تا $2.20 حدود 5% ضرر میکنید. و اگه روی $2.20 اونجا حمایت نشه، شما مجبور میشین با ضرر 6-7% ازش خارج بشین که احتمال زیاد حمایت میشه. ولی خب سعی میکنم همه چیزو بگم بهتون دیگه. در صورت که حمایت نشه، شما مجبور میشین با 6-7-8% ضرر ازش خارج بشین. ولی اگه صبر کنین روی $2.30 مثلا بخرین، تا $2.20 چیزی حدود 3% اینا ضرر میکنین. اونجا خب حمایت نشه ازش، با 4% ضرر ازش خارج میشین. حالا فرض بگیریم که این ارز نرسه به قیمت $2.30، در این صورت چی میشه؟ در این صورت اگه بخواد از اینجا صعود کنه، خب یه جورای دیگه الگوی کف دوقلو نمیزنه. وقتی هم الگوی کف دوقلو نزنه، اولین مقاومتش حدود 3% بالاتر محاسبه میشه. ببینید اینجا میشه اولین مقاومت استاتیکی که توی تایم فریم روزان، توی تایم فریم ساعتی داره. اولین مقاومتش 3% بالاتر میشه. اگه دیدین این 3% رو شکون، شما فرض کنید اینجا نخریدین، قیمت ارزم پایین تر نیومد. اگه قیمتش صعود کرد، اومد این مقاومت بالای 3%ش رو شکون، خب میتونین بگین آره، ارز اومده مثلا از اینجا یه روند صعودی رو داره تشکیل میده. ببینید ارز اومده مثلا یه همچین روند صعودی رو داره تشکیل میده، الان اومده این مقاومت رو شکونده، من یا میتونم اینجا بخرم باش برم بالا مثلا تا قیمت $2.55 حدود 5% صعود بکنم، یا اینکه نه منتظر بمونم این ارز قیمتش بیاد مثلا بره بالا اینجا برخورد کنه، مثلا این مقاومتی داشته باشه، دوباره از اینجا برگرده برخورد کنه به این لاین صعودی که داشته، اینجا ازش حمایت بشه من اینجا بخرم. اینطوری هم میتونین در نظر داشته باشین، ولی احتمالش کم این اتفاق بیفته. ببینید چون کندلا دارن با قدرت میان پایین فعلا، پس انتظار داریم تا محدوده $2.20 الی $2.30 بیاد پایین. در صورتی هم که نیاد پایین، گفتم چیزی از دست ندادین، 3% سود رو از دست دادین، بذارین این مقاومتشو بشکنه، اینجا بخرین 5% بالاتر ازش خارج بشین. خیلی خوب دوستان، این بود از تحلیل کاردانو. ببخشید که من اعدادو میگم یکم پیچیده میشه. لطفا اگه از این ویدیو خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنید. فقط یه نکته دیگه،
اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین همین الان یه لحظه ویدیو رو بکشین بالا زیرش دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن است، روی اون گزینه کلیک کنید و زنگوله بغلش هم روی آل تنظیم کنید تا به محض اینکه من ویدیو تحلیل ارز مورد نظرتون رو میذارم شما ازش مطلع بشین و بتونین سریعا ویدیو رو ببینید. خیلی خب، ممنون که تا اینجا با ما بودین. فقط یه نکته مهم بهتون بگم، هر چیزی که من دارم توی ویدیوها میگم واسه خرید و فروش خودم دارم میگم، یعنی خودم توی این محدوده خرید میکنم. الان این ارز قیمتش بیاد داخل این محدوده من خرید میکنم، امکان داره من 50% هم ضرر بکنم، این تحلیل منه. پس لطفاً قبل از خرید و فروشاتون حتما خودتون ارز مورد نظر یا سهم مورد نظر رو تحلیل کنین و با اطلاعات کامل وارد بشین. خیلی خب، ممنون که تا اینجا ما بودین. شب و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.